سلام عرض میکنیم به همه شما مهمانان عزیز و گرامی. این دفعه در مهمانی سفینه هستند مهمانان از کشور همسایه افغانستان، یمو ابوی استاد دانشگاهی آلمان، اینچنین مهندسی طیاره و مهمانی دیگری عزیزی ما شفیع افضلی. خوش آمدید به تلویزیونی سفینه، خوش آمدید به تاجیکستان. تشکر، رحمت، لطف شماست. سلامت باشید. تشکر زیبون سرجان. سلامت باشید. بینید که استاد دانشگاه، مهندس طیاره و یک نفر هنرمند، چی توأم است بین این هنرها و چی شما را وادار نموده تا به دنیای هنر رو آورید؟ تشکر از سوال شما. منطقه قبل از اینکه من سوال شما رو پاسخ بدم، میخوام از شما تشکری کنم که من امشب دعوت برنامه سفینه هستم و این امکانات بر من مساعد شد که با همزبانای عزیز تاجیکی خود هم صحبت شوم، میمان خانه شما شوم. خیلی رحمت از دعوت شما. خب به سوال شما پاسخ بدم که من در جرمنی، چون شوق علاقه به تحصیل و تخنیک بسیار زیاد داشتم، تحصیلش را در جرمنی سپری کردم. در همچنان در یک پروگرام که بین فاکولته جرمنی و انگلند وجود داشت، من هم انجینری فضایی را در آنجا سپری تمام کردم تحصیلات خود را و فعلا در کمپانی لوفتانزا ایفای وظیفه میکنم و در ضمن در پهلویش استاد فاکولته که در آن خودم تحصیل کرده بودم، استاد ماتماتیک، الجبر، ریاضی. و به موسیقی هم شوق علاقه بسیار زیاد دارم، اوقات فراغت خود را با موسیقی سپری میکنم. بر وقت است که به موسیقی رو آورده؟ من 6-5 ساله بودم که آهسته آهسته موسیقی را آموختم. از چی بیشتر تاثیر داشت برای به موسیقی رو آوردن شما؟ اگر خانواده، محیط و یا که هوس؟ کم خانواده، کم شوق خودم، کم علاقه من به موسیقی، این همه باعث شد که من استایست به موسیقی رو آوردم. استاد من از احمدزای بزرگ رو ساکسفون نوازش که برایش ساکسفون می نواخت، استاد اسماعیل اعظمی، پسرش دوست بسیار خوب مامای من بود. مامای شما تقا میگین فکر میکنم، از تقای من بود و در مادرک محل زندگی میکردیم. این تقایتون؟ نه، برادر بزرگتر تقای من، منتها دوست اینم بود، استاد حیدر اعظمی که در افغانستان فعلا هستند. برای من موسیقی را آموخت، بعدا من خودم ادامه دادم. ولی اگر از نگاه از این ببینید که چند سال است که من کلیپ میکشم و موسیقی ثبت میکنم، در استودیو تقریبا 5 سال میشود که من در استودیو و در کنسرت ها شرکت میکنم. یعنی که چی هوا و هوس، چی احساس کردید؟ هنرمند بودن، سرود خوندن، شهرت آوردن، یعنی شهرت کسب کردن، چه احساسی است؟ من به موسیقی از خاطر شهرت رو نیاوردم، از خاطر از این رو آوردم که موسیقی غذای روست. من کار میروم، در دانشگاه درس میدم، در پالی ازو من به یک مصروفیت ضرورت وجودم ضرورت داشت که اعصاب من را آرام بکند و این موسیقی یک چیز بسیار خوب است که آدم برای آدم یک آرامش روحی ببخشد. بدین دلیل من هم کوشش میکنم که موسیقی را دنبال کنم. هم نیاز روحی خودتون و همچنین نیاز روحی شنونده را قانع کردن. بله بله بله. پس به معنی هم اعتبار میدهه؟ شعر و معنی برای شما یعنی چی؟ شعر، از طریق شعر کسی میتواند احساسات خود را بیان کند. بعض اوقات همون احساس، همین گفتار که دارید شاید بسیار یک چیز ساده باشد، منتها زیبایی وقتی که به شعر آن را بیان میکنید شاید همین احساس شما بسیار برای مردم زیادتر برسد، به قلبش زیادتر بنشیند. یعنی بعض اوقات در شعر در قدم اول این مهم است چگونگی، چگونه شما حرف خود را بیان میکنید. مثلا من برای شما یک شعر بیدل را اگر اجازه باشد میگم که میگن که همچو کوزه دولاب هر چیز زیر گردون است، یا ترقی آهنگ است یا تنزل دارد. این اگر این را ببینید خود میگن این قافله عمر است، در زندگی فراز نشیب وجود دارد. من اگر بگم برای شما در زندگی فراز نشیب وجود دارد، شما شاید بگید خود این را من هم میدانم، منتها من اگر بگم همچو کوزه دولاب، یعنی مانند کوزه
دوله چا که یکیش فرو میره و دیگرش بالا میره و این زیبایی سخن است. وقتی که سخن خود را کسی در یک قالب شعر بیندازد بسیار زیباتر می شود. و اگر همین سخن باز در پیراهن موسیقی اگر آرایوبد زیباتر این زیادتر زیبا می شود. بله. اگر در یک کمپوز خوب با خواننده خوب با نوازندگان خوب این با کیفیتش صد چند بیشتر می شود. موسیقی می تواند انسان را تربیه کند؟ بله واقعا. چگونه مثلا می تواند به معنی اون که نیازها هر گونه هستند؟ کسی اگر عمیق در شعر داخل شود، معنای یک شعر را درک کند، بداند، از آن بهره گرفته می تواند. چون این اشعار ما که شاعرای بسیار بزرگ ما داریم، افغانستان، تاجیکستان، ایران، اشعار فارسی زبان، تاجیک زبان، افغان زبان یا دری زبان، اینا بزرگ مردای هستند که شعرشان هر چیزی که نوشتن این همش ارزش بسیار زیاد دارد. مثلا درباره مثنوی معنوی مولانا صاحب گفتند که مثنوی معنوی مولوی از قربان بر زبان پهلوی، یعنی که اینا ارزشش را بسیار زیاد بلند کردن و همین طور است. کسی من بسیاری نفر را میشناسم که اصلا مکتب نرفتن، نخواندن، منتها با این کتاب ها بزرگ شدن، خیلی خیلی دانا، یعنی به سوی یک دانشمند سخن میزنن، چون با این کتاب ها سطح دانش خود را بسیار بلند بردن. واقعا همین کتاب ها هم خیلی کتاب های اولی هم هستن، یعنی کتاب های هستن که هم از شعر و ادب بزرگی ما دلالت می دهند، هم معنی هایی که سراسر جهان رو فرا گرفته است این کتاب ها در خود فرا گرفتن. از مهمان محترم شفیع افضلی می خواستیم بپرسیم که چون موسیقی سرحد ندارد، چون موسیقی می تواند که قلب ها رو سرحد ها رو عبور کند و تا به یک دل رسد، تا به یک خیال، تا به یک سر رود، انا همین حکمت، همین رسالت موسیقی رو شما چگونه دریافتید؟ موسیقی است غذای روح است. خودم به موسیقی بسیار زیاد علاقه زیاد دارم. وقتی که اگر پریشان باشم، جگر خوب باشم، عاجل میرم قصد برخود میمانم، بلند میمانم که بشنوم. به من موسیقی ها به هندی باشه، تاجیکی باشه، فارسی باشه، علاقه بسیار زیاد دارم. با موسیقی تاجیک شوق و رغبت داره؟ بسیار زیاد، بسیار زیاد دارم. بسیار گوش میکنه؟ بله، موسیقی زندیات خرما شیرین، هنرمندای شما کمیال نامش خودش به یاد من نیست، سرکارشان و علاقه بسیار زیاد دارم برشان. اشتباه نکرده باشم یک تقریبا 20-25 سال قبل گروه هنری تاجیکی چندین بار، سال یک بار می اومدن در افغانستان کنسرت میدن. بله. خانم خرما شیرین خدا رحمتش کند و با خانم مغفرت اینجا آهنگای بسیار زیبا اجرا کرده بودن در یک تالار کابل نداری، در تالار علم و فرهنگ. یک آهنگ دوگانه هم خانم خرما شیرین با مرحوم ظاهر وایدا که یکی از بزرگترین خواننده های افغانستان است که میگه ای کپ که دری بیا و پالویم خوابت ببرد سر زانویم، اجرا کرده بودن. این در آن وقت بسیار گل کرده بود. از خانم مغفرت آهنگ آسمان یارم جانم که میگه آسمان یارم جانم، آسمان بتوانم، آسمان آسمان. این آهنگا بسیار در آن زمان گل کرده بود. و در عصر، در نسل جوان را اگر بگویم، محترم صدرالدین خیلی آهنگایش گل میکند. این آهنگ احمدزای را که از غمت ای نازنین عزم سفر میکنم که استاد خیال کمپوزیتور افغان، کمپوزیتور بزرگ افغانستان این را ساخته است، ساختای خودش است، بسیار مورد پسند مردم قرار گرفت. سلامت باشد. از ایجاد این هنرمندان همین گونه سرود خوندید که در ما هم شوق و هوسی شنیدن سرودهای شما پیدا شد. همین لحظه امکان است که هم ما و هم بیننده های عزیز ما یک سرود شما رو شنویم. از هر دفعه چرا نه؟ من پشتی دارم تو شیشتهی در خانه، بیرون تو برا بدیدنم جان، سنادادی با منی دیوانه، این فندو فری بی تو بدین نمونه. من پشت درم تو ششتهی در خانه، بیرون تو برا بدیدنم جانانه، یک بو سنادادی با منی دیوانه، باز آمدن مرا خدا میدانه. خب خب خب
همه گل جان آمده خرمان آمده من بچه افغان به دیدار آمدم من بچه تاجیک به خرار سلامت باشید. بسیار هم سرود خوش و دلنواز. شکر. بسیار میخواستیم که مقصدی به تاجیکستان آمدن شما رو فهمیم. چون آگاهی پیدا کردیم. بار اول است در تاجیکستان هستید؟ بله. این بار اول من است. تاجیکستان هم کشور همسایه افغانستان است. هم زبان هستیم. من دلم سالهای زیاد میتپید که من یک بار در تاجیکستان زیبا مسافرت کنم در شهر دوشنبه. از این دلیل اصلیش بود که من شوق علاقه زیاد داشتم که با کشور زیبای شما از نزدیک ببینم. در باره تاجیکستان چه تصورات داشته؟ تصورات خب من در از طریق اینترنت تصاویر زیبای طبیعت زیبای تاجیکستان را دیده بودم. اینجا که آمدم با محبت مردمش هم آشنایی حاصل کردم. آنچه که تصور داشتم بهتر و بیشتر شد. در عین زمان من یک دوستم است، همکارم است در در کمپانی لوفتانزا. پدر ایشان فقیرزاده صاحب در سالهای 80 والی قندوز بودند و اینا در با تاجیکستان بسیار ارتباطات نزدیک داشتند. آن پسرش نورالله جان فقیرزاده دوست من است، برای من توصیه کرد، گفت هر بار تاجیکستان میروی اینجا یک دوست من است، یک رستوران دارد، بسیار آش مزه‌دار افغانی میپزد. لطف‌الله جان است اسمش. شما از افغانستان اومدید، آش تاجیکی ما رو نچشیدید؟ چشیدم. خیلی است برای شما. خیلی خیلی مزه و طعمش بسیار بسیار مزه‌دار است. آن مزه خود رو دارد، این مزه خود رو دارد. فرق رو دیدید یا نه؟ فرقش رو دیدم. اردویش غذای لذیذ است. اینم غذای لذیذ است، آنم غذای لذیذ است. من از میمونوادی شما بسیار زیاد تشکر می‌کنم. بسیار زیاد خوشم اومد، ساختین خوب، خوشم اومد. تاجیکستان این شاید بار اول ما نباشد، اگر ما آموخته شدیم میاییم. در باره همکاری ها گفتیم، مین بعد همکاری ها را ادامه میتید؟ انشالله، چرا نه. هر همکاری یک شروع دارد که ما تعدادش را این بار در این سفر گذاشتیم. اگر مورد پسند مردم قرار گرفت ما حتما ادامه میدیمش. مظفر جان باش یک آهنگ ثبت کردیم، مرا خوشم آمد. ببینیم که تا چی حد مورد پسند مردم افغانستان و تاجیکستان قرار میگیره. بسیار میخواستم یک سوال کنم از شما در مورد اون که امروز مثلا در موسیقی بسیار از سراینده ها توجه میکنند به موسیقی های سینتز شده، یعنی بسیار میخواهند که مثلا موسیقی هایی که آمیخته شرق و غرب هستند در همین مثلا ژانر پیشنهاد کنند، سرود آماده کنند تا مقبولی مثلا بیننده شنونده همین زمانه باشند. شما در این مورد چی میگین؟ هر نسل
از خود یک شوق علاقه مختلف موسیقی دارد. نسل جوان امروز بسیار علاقمند هستند که موسیقی شرقی و غربی را، هم موسیقی غربی را دوست دارن، هم موسیقی شرقی را دوست دارن. وقتی که این دو موسیقی را با هم درآمیزید، این برایشان بسیار جالب می شود. من مخالفت با این کار ندارم، منتها در صورت که کسی اصل و تعداب و ریشه های موسیقی خود را فراموش نکند. بله. اگر موسیقی خود را فراموش کند به طرف موسیقی بیگانه برود، این کار درست نیست. منتها اگر موسیقی خود را تشویق کند، پرورش داد و در پهلویش موسیقی، زیبایی های موسیقی بیگانه را نیز مد نظر بگیره، داخل موسیقی خود کند، من با اون مخالفت ندارم. یعنی که در هر صورت تکیه به موسیقی های عنعنوی و سنتی ملی داشته باشند. بله داشته باشد تا اصالت دور نرود. بله کاملا درست گفتید. بله ما فهمیدیم که شما شعر می نویسید. گاه گاهی برایم احساس دست بدهد شعر می نویسم. این هم نیاز روحی شما هست؟ این هم نیاز یا دعوای شاعری داره؟ نه دعوای شاعری من خواهش میکنم قطعا دعوای شاعری ندارم. من شما انکدوت میگید، موفقایی میگیم. یک انکدوت به یاد من آمد. یک شخص آمد پیش یک پادشاه، برایش گفت من پیغمبرم. گفت تو پیغمبری، معجزه داری؟ گفت که آه من معجزه دارم. گفت برایش یک قلف را بیاورد. گفت پس اگر معجزه داری کلیدش پیشت نیست، این قلف را باز کن. آن قلف را گرفت، سعی کرد، گفت من دعوای پیغمبری دارم، دعوای آهنگری ندارم. من هم دعوای شاعری ندارم. شاعر یک کلمه بسیار بزرگ و والا و بالاست. من هیچ وقت اجازه را به خود نمیدم خود را شاعر خطاب کنم. بعض اوقات برای من احساس دست میداد، روی کاغذ میریزم، این شد شعر من. به همین شعرها هم آهنگ بستید؟ چند آنها را میخونید؟ بله بله. پس بیاید از همین فرصت مناسب استفاده بریم، شعر شما رو شنویم. خب یک شعر را من برای شما دکلمه میکنم. دو سه سال قبل سروده بودم. میگن عقل و دل دیوانه کردی عاقبت، خانه در دلخانه کردی عاقبت. گفتمت شانه به گیسوی پریشانت مزن، این پریشانی رقیبان را پریشان میکند، گیسوان را شانه کردی عاقبت. ای دلارام بازی عشقت به شطرنجم کشد، با رخت بردی دلم آنگونه در میدان عشق، مات من شاهانه کردی عاقبت. البته در قسمت شعر من برای شما کلمه دلارام آمد که با کرکتر دلارام نمیدانم آشنا هستید یا نه. دلارام آشناستم. دلارام یعنی که آرامش دل. آرامش دل. این دلارام دو معنی دارد، یکی دلارام یعنی آرامش دل، و دلارام یک کرکتر است در بازی شطرنج. یک پادشاه بود در عراق زندگی میکرد سالهای قبل. شوهرش خیلی به شطرنج علاقمند، آنقدر علاقمند بود که تمام دارایی خود را از دست داده بود، حتی بالای خانم خود هم شرط زده بود. اسم خانمش بود دلارام. این در یک جا شطرنج میکرد با یک حریف بسیار قویش، کم مانده بود مات شود. این دلارام از پشت پرده برایش صدا کرد که برای شاها درخبت دلارام، دلارام را مده، فیل و پیاده پیش کن، اسب کشت مات. در شیر برایش گفت چی تور چال برود شوهرش که مات نشود. این دلارام، من مطلبم یک بار دلارام است، یعنی تو آرامش دل من هستی، و اشاره بر آن دلارام میکنم که تو دلارام آن شطرنج هستی. ای دلارام بازی عشقت به شطرنجم کشد، یعنی که عشق خود به شطرنج مقایسه کردیم. میگن با رخت بردی دلم آنگونه در میدان عشق. اینجا رخ زمانه از دو معنا دارد. یک بار میگم با رخت، با چهره زیبایت، و رخ یک موره شطرنج هم هست. شما رخ میگید به آن دوتا موره شطرنج است. میگه با رخت، تو با رخت مرا مات کردی، و با رخت مرا کشت و مات کردی، مات من شاهانه کردی عاقبت. بایدی من اومد همون کلیپ تازه ایجاد شما شانه، شانه نام گرفته. بله بله. چرا؟ شانه یک کلمه، اینم یک کلمه ای زمانه این است که دو معنی دارد. بله، مطلبم اشاره به شانه، شانه کردن مو است، و همچنان به شانه قسمت بازو است. خب زیبایی شعر وقتی که آدم با کلمات بازی کند زیباتر می شود به نظر من. این چون این شانه دو معنی داشت، من این را در شعر خود استفاده کردم که شعر
جالب تر شود. از اون تصویری که شما کردید ما هم به طاقتانه و بیننده های عزیز تلویزیونی سفینه هم انتظارند تا این کلیپ رو ببینند، تا این سرود رو شنوند و در انجام این صحبت از کارگردانی برنامه هم خواهش میکنیم که این سرود رو برای بیننده های ما پیشنهاد نمایند. ولی حالا انجام سخن از شما. انجام سخن از من بسیار خوش شدم که در شهر دوشنبه آمدم. این سفر اول من نخواد بود، بارای دیگر هم سفرهای هنری خواهم داشت. من دو روز پیش در یک تاکسی طرف هتل خود میرفتم، یک مرد بسیار با وجود که شغلش تاکسی‌رانی بود منتها به حد اندازه آدم دانا و دانشمند بود، برای من از فرهنگ کلتور تاجیکستان صحبت کرد، از افغانستان شباهت‌های کلتوری ما را برای من بیان کرد و یک شعر بسیار زیبا هم برای من بیان کرد که من بسیار اون شعر را پسندیدم. اگر اجازه باید یک مصرع است که یک شخص محسن، یک شخص پیر به یک جوان خطاب میکند، میگد که مخند ای نوجوان، مخند ای نوجوان، زنهار بر موی سپید من، که این برف پرایشان بر سر اربام میبارد. یعنی که از این صحبت شما هم یک حکمت گرفتید و همزمان با یک راننده عادی تاجیک صحبت کردید، شاید یک خلاصه درباره یک مردم تاجیک هم پیدا برای خود. بله بله، من بسیار تعجب کردم که این یک نفر که راننده تاکسی است آنقدر به شعر و شاعری و موسیقی علاقه دارد. برای من نوارهای احمدزایی را شنواند، اشعارش را گفت و ترجمه کرد. این برای من بسیار بسیار جالب بود، بسیار خوشم آمد. این به سبب هم نیست، در ما مثلا میگویند که یک عباره خیلی معمول است، کم تاجیک رو با شعر برداشتن. خب واقعا هم شعر برای ما یک مقدسات است، واقعا هم تاجیکان با اون خیلی ارج میگذارن. واقعا من بسیار زیاد خوشم که در تاجیکستان آمدم و همیشه شاید در ذهن ما باشه، شاید بار دیگر باز بیم، همیشه باز بیم، بر دوستای خود بیم، بر فامیل خود بیم. خاطرات بسیار خوش بردم از تاجیکستان، از مردم تاجیکستان، مردم خوب تاجیکستان. سلامت باشید. ما هم میگویم که باز بیوید. چرا؟ شما دوستای ما هستید، باز بیوید در تاجیکستان، در دل و دیده های تاجیکان برای هر یک مهمان عزیز و گرامی باز است. خوش آمدید به تلویزیون سفینه، خوش آمدید به تاجیکستان. خیر بیننده های عزیز، تا دیدار این آمدید. من بچه افغان به
دیگاه آمدم من بچه ای تاجی به خرابه